حال دشا رو بازار چکر میزنیم. دشا رو چکر میزنیم. شما گفتین که ما وظیفه اجرا میکنیم، سر وظیفه تان نیستین، میخواد چکر بزن زیاد سرشان دوستات تاثیر کردم از اون اگر من زیاد سوال بکنم از شما شده تشکر. نه از شما در ما میگن که نه ما خسته است. هر قدمی که ما میگذاریم در این شهرمون جز کثافت، جز خاکباد، جز ویرانه. یک نیم ساعت دیگه روزی تا بگیری خبر باشی. اگر دیگه دفعه منم روزه دار نبودی کتت کار دارم بچی شد بخوری دالو دیگه دکلمه بکو دیگه مورا دارو ما این مایی کو ریسیور و کامرا به یک زده میترسم زید تصیب یو اصاب با ما این تاول اصاب تا رو ما کنم این همی جو خالتی دیگه ایس گردن با گردن ایسی کش نگی ایسی بکوری. ماه مبارک رمضان است، چگونه سپری میکنید؟ فقط هم یک پول چیز یک پرچند و خلاص دیگه چی نیست. خداوند بزرگ توانا، سلام و درود نثار تمام بیننده های عزیز، هموطنان عزیز و مظهر گوشه و کنار که ما را بیننده هستین، جور سعادتمند و سرحال باشین. خوش آمدین به یکی از ویدیوهای دیگر چنل تور بدخشان پلاس. قسمی که شما میبینین امروز ما در شهر کهنه فیض آباد و مرکز ولایت بدخشان چوک استقلال، البته قلب بدخشان هستیم و همکار خوبم فریحه جانم همراهیم هست. خوش آمدین. خب دوستان عزیز، به نام خداوند بخشنده و مهربان، با درود سلام خدمت همه شما بیننده های چنل یوتیوب بدخشان پلاس. امیدوار هستم هر گوشه و کناری از جهان هستین خوب صحتمند و سرحال بوده باشین و ماه مبارک رمضان بر تمام شما مسلمین جهان تبریک میگم. و امروز هم ما و نیلاب جانم دیگه قرار است که از اول بازار آگاه شویم و شهر آگاه شویم و ببینیم که فروشات چه قسم است در ماه مبارک رمضان و دنبال کننده ما باشین. بله خب بریم فریحه جان، با هم طرف بزن مردمان اینو خود جوی نه بله امروز همینا صحبت داشته باشیم، ترکاری فکر میکنم سودا میکنم. سلام بر شما، خوب هستین؟ وقتتان بخیر. ساعتتان خوب است؟ میشه نامتان بگین؟ من دوست محمد. نفهمیدم. دوست محمد. میسار احمد. دوست محمد. دوست محمد. دوست محمد. حجم تو میفهمی چه بتایی؟ خب دوست محمد عزیز، ترکار فروشی داری نگه؟ آه باید سیتا باید. فروشا چه قسم است در اون مبارک رمضان؟ خوب است یا نیست؟ خورو قایدیونی در باز مردم همینطوری بریم پاس میبریم میشه میخریم پاس میبریم میشه. خب میخریم باز پرس میبریم نه؟ کجا میبریم؟ خورو قایدی نیست که همین پود توسو میبریم خوب نیست که در مبارک. خب بایی فروش بایی ترکاری فروشی که دارید در خانواده تان چند سر جمعیت دارید؟ 12 سر جمعیت. 12 سر جمعیت. خودت کنترل میکنی زندگی تانه؟ باریسی. خب روزه دارستی یا نه؟ روزه خور نباشی؟ نیست روزه خور مطمئن باشم. خب ترکاری سودا میکنی؟ این ترکاری ها را در خانه تان آماده میکنی؟ همی چی میگن کشتزار در امو خانه دانست یا که نه میخره؟ میخره از بزرگ خریداری میکنه. دوسته همینه چند مفروشین این پیازه در رمضان زیاد مردم ترکاری استفاده میکنن در دسترخانشان؟ پنیر پز همی دوسته پنیر پز دوسته این قوزه پنیر پز قوزه گفتم میشنه؟ خب تشکر از شما. بله فریحه جان خیلی بریم آیستا آیستا، زیاد مردم هم هسته. شما خوب هستید؟ سلام علیکم، خوب هستید؟ علیکم سلام. نامتان بگین؟ نقیب الله. نقیب الله. نقیب الله چی میکنی؟ ولو من تو فروشی دیگه چکو کنم. من تو فروشی میکنی بیشکر. چطور از فروشات در بخوشی؟ ولو شکر اسمه شما. ماه رمضان از مقصد کاربار از شما شکر اسمه های رمضان کنی؟ شکر اسمه دو دیگه. بسیار مواد ما قیمت زیاد خلاص. من تو را خودتان آماده میکنین در خانه؟ بله در خانه آماده میکنم. ما تو را دانه چند میفوشیم؟ دانه پنج میفوشیم، چهار میفوشیم. بایده میکنم برتان؟ شکر اسمه جام پیسه چهار تا اینونه بگه گیر میکنم. در خانواده چند نفر هستین؟ در خانواده پنج. روزگار بسن خودتان هستین یا کس دیگر؟ نه یا خدم اسم خلاص. این دوستای عزیز شما هم میتونید منتوشانه ببینین نه رمضان است از خود دیگه باز نمیشه من توشم خیلی اینجو مزل عزیز با میشنه. بله دل ماوشی داره چی تو کنم که روزه دار هستم. خب نقیب الله دیگه خیلی مزایمت نمیشه. بله تشکر از شما. خب نلاب جان؟ بله جان میریم دیگه اگر طرف Thank you.
خب بیننده های عزیز، ما در چارایی شفاخانه هستیم. قسمی که شما میبینین از امور از پیش چوک تا اینجا آمدیم، اما تو شهر خلوت است. نمیفهمیم که تاثیرات ماه مبارک رمضان است که مردم نیز در شهر و بازار یا هم کدام گپ دیگه. و ضمناً خود ناگفته نمونه که همی دیگر شده رایست. و خب اینجا یک میوه فروش هست، فریحه جان میشه امروشان صحبت داشته باشین. دکاندار کی است؟ کی دکاندار؟ دکاندارم در چوکیش. خب بینا دیگر در چوکیش تمیه سلام بیادر، خوب هستین؟ علیکم السلام، خوب هستین؟ خیرتی سرمند هستین؟ تشکر، سلامت باشین. نامتان؟ زبیالا. زبیالای میوه فروشی از خودتان هست؟ بلیا. چطور از کاروبار فروشات؟ حالا خب قسمی که خودتان میبینید یکی در شهر بازار هیچ گشت گذار هیچ کس نیست، یک ماه مبارک رمضان هم هست. خب طرف های بیگا چطور؟ که پیسه یک بلانی بلانی را پیدا میکنیم بزنم. خب از مخصد. خب سیب و یک اپار از کجا میاریم؟ سیب از مارکت میوه، از مارکت میوه از خیابان میخرید؟ بلی یا از جای دیگر میاد، از طرف بهارک جا تا هنوز که نکن نشده؟ نه خیر، وطن ما شما به یک اپار دورستم. خب از خانواده چند نفر هستین؟ باشیم یک تقریبا 7 نفر. خب ماشاءالله رمضان سرطان تاثیر کنده و 4 رمضان است. اما تو معلوم میشه هم تا است یادی؟ اول روزه گرفتن یا که نیم؟ نه روزه دار معلوم میشه. شکر کردیم. خب پرسان؟ پرسان؟ نه هیچی پرسان نمیکنم، تشکر از شما. این از زیاد سیاشون دوست دار تاثیر کرد رمضان، اگر این از زیاد سوال میکنم از شما. از شما شجا تشکر. نه هیچ شما ایتان برمو میگن که نه ما خسته هستم برین. خسته از بازار خیمال بدم. از بازار خسته هستین؟ چرا؟ بازار خسته هستین. سودا که نباشه طبعا که خسته میگن. به نظرتان اقتصاد افغانستان چیگونه هست فعلا؟ رو به طرف صفر است وکل وقتا دیگه. صفر است. بلیا. خب بیا خیر الله بزرگ است. ان شاء الله صبر میکنیم. خوبتر شود ان شاء الله که خوب بشه. از شما بسیار تشکر. تشکر از شما. خب دوستای عزیز، ما همینجا بچه‌ای هستن که از مکتب نه رخصت شدن. فکر بکنم امروی بعضیاش گم میزنه. یگان تگ پیش. سلام بده. خوب هستی؟ خیلی گره گره گره. چی چی چی. استا چی استا چی. خب بریم. خب میریم دیگه. خاطر یا نخواستن گپ بزنن. ما هم برای مردم میتیم. بله. طرف مینا بازار میریم دوستا. خب دوستای عزیز، ما هم نزدیک مینا بازار هستیم و ببینیم که اینجا کسی هست با ما گپ بزنه. و همچنان ببینیم که در ماه مبارک رمضان خیلی کم نفری است و کسی هم اوقدر مثل سالهای قبل نفوس کم است و نفر بسیار کم است در بازار و همچنان بازار یعنی در شهر بازار. بله. و همچنان برادرای ما که دکاندار هستن. خب اینجا یک تعداد دوستا هستن، ما چون صحبت نکردیم. سلام کاکا جان، خوب هستین؟ سلام، سلامت باشین، زنده باشین، بخیر باشین. خوار عزیز دیگه خیلی مهم ورک شو خونیم، مهم پرفیز و پربرکت و دیگه. ما اسمی هم محمد هاشم افضلی هستم دیگه. فقط اینی میشه یک ترمیمگوی موبایل دارم دیگه، با امیدی الله. و اینمی گفته که وسیله یک لقمه رزق و روزی ایمان اینمی هست دیگه، چونکه فضیلت مهم مبارک است دیگه. مهم پرفیز و پربرکت است، اگر نه با این حالت که فعلا ما در افغانستان زندگی میکنیم دیگه روبرو هستیم. خب امو وسیله پروردگار است، لطف احسان پروردگار است که ما فعلا دیگه که تقریبا 12-13 سر جمعه تا بنامو یک نوک پیشکش با اونمو وسیله پروردگار است، ما چاره سازی میکنیم دیگه، چون که احسانی الله است. وگر نه دیگه خب فعلا شرایط بسیار تنگ است، شرایط بسیار ناگوار است برای همه، روی عایداتی و گفتی که مواصلاتی چیز نیست دیگه، قیمتی و دیگه وقت چیز به حدش بالا رفته که از توان یک معاده گادم که یک رای پیدا پناه داشته باشه بلش بسیار مشکل است که چیز بکنه دیگه. خب یک چیزی نکته سر اساس و مهم هم نخواستم که هر قدمی که ما میگذاریم در این شهرمون جز کثافات، جز خاکبار، جز ویرانه، هیچ شهری مثل شهری مواری شهری ویرانه نیست. است. غیر از کثافت، غیر از خاکباد، غیر از ویرانگی، هیچ شهر مثل شهر فیض‌آباد ما دیده نمیتونیم. نه آبی داره، نه دیگه سرسبزی دیگه داره، و نه گفته که کلام گفته که پلسان و بازخواست فرد در جوی را میره امیالی
اگر دیگه کوچک دارین ببینید شما در دیگه شهر میره بوی عطر گلاب میزنه در شهر ما داخل میشه جز از بوی چتلی کثافت مردارگی هیچ چیزی دیده نمیشه دیگه آبی هم وجود نداره که ما یک فرنمسال یک سطل آب از جوی بگیریم دمی سرک بزنیم که خاک و چنگ از دمی شهر فرنمسال یک کمی چیز شوه خب شما چند ساله هستین؟ ما تقریبا هستیم تقریبا والله علم میگم 46 47 ساله سن ما هستیم بلی چند سال میشه که روزه میگیرین؟ ما خود دمی روزه گرفتن ما خب ما باید اصلا والله علم 12 سالگی به این طرف ما روزه میگیریم دیگه چند سالی که میشه کاروبار دکان چه قسم است؟ کاروبار دکان دیگه تو بانس دصرف نکردیم دیگه از هیچ چیزی از همین دکان دیگه با امید الله هستیم که الله وعده کرده که ما برای هر کسی که در روی زمین او را به وجود آوردیم او را از گرسنگی نمیکشیم ما با امید الله هستیم ما نه با امید ای که بگیم که ما امروز که دصرف نکردیم یا پیسه درآمد نداریم ما با امید نیستیم با امید الله هستیم که امید الله ما را زنده آفریده پس تا به وقتی که لقمه ای که از طرف الله قطع میشه باز وقت ما روحمان قطع میشه. از شما بسیار زیاد تشکر. من یک سوال آخر من میخواییم بپرسن از شما فقط کتا. آینده افغانستان چگونه میبینید؟ آینده افغانستان ما چون که دیگه با پروردگار معلوم است. چیزی را من گفته نمیتونم. من نکنم جنبه سیاسی دارم نکنم چیزی دیگه. فقط از روزی که ما پروردگار ما را به دنیا آورده است فقط توسطی همی اولای کفیدس ما پیدا کردیم روز خروجی را پروردگار وسیله یک چیز برای ما تعیین کرده و خوردیم دیگه او چیزی تر که الله خودش میفهمه او را ما گفته نمیتونیم جز الله از شما بسیار زیاد تشکر ممنون از اینکه وقت گذاشتین خب اینجا دوستای دیگه ما هم هستن سلام بر شما خوب هستین وقتتان بخیر میشه نامتون را بگوین جمال الدین فکر کنم نیلوف جان که جمال الدین که چادر فروشی دارن چادر فروشی دارین؟ بله این چادر از شما هستن سفری هجان چادر های هگان شد این کراچی یک مربوط با میشه خب این کراچی مربوط تان میشه چقدر وقت میشه که چادر فروشی میکنین؟ زیاد وقت میشه از کجا هستین؟ از کابل هستین چند سال میشه که اینجا مسافر هستین؟ یه دیگه یکم سال میشه خب من خانه شان اینجا هست سال مسافر گفته نمیشه کسی که خانهش که در یک جایی بود خانه اینجا خانه میجا هست بسیار خوبه خب. چادرهایتان چطور به فروش میرسه در شب روز یا کنی؟ چادرها دیگه فامه دیگه در روز آید بازار نیست دیگه خرید فروشت نیست دیگه خب در خانواده چند نفر هستی؟ در خانواده هستیم یک هشت نفر خب این تفلک ها از شما هستن؟ خب ابرای من گپ میزنی خوب هستی؟ شکر که خوب هستی تشکر نام مقبول تا بگو؟ زینب جان روزه دار هستی زینب؟ نه روزه تا چرا خوردی کلان دختر هستی چند سال هستی؟ 10 ساله دختر روزه نمیگیری چی میکنی اینجا زینب جان؟ اینجا آمدیم پشت سودا آمدی یا که فکر کنم نیلوف جان کمک کردن آمدم روی پدرش نه؟ کمک کردن آمدی یا که نه حتما نه طفلات کجا کمک میکنن بجای کمک شوخی میکنن نه سودا را میکنه سودا میکنی خب یک چادر اگه من بخرم چند مفروشی برای نمیده برم چند مفروشی 180 امروز ظلم است امروز چند سودا کردین چند دانه چادر به فروش رسوندین یک دو تا خوب است چند سودا کردین یک دو تا باشه یک دو تا سودا کردین دو تا سودا چندی سودا کردین یک نیم ساعت دیگه روزی تا بگیری خبر باشی اگه دیگه دفعه منم روزدار نبودی کتت کار دارم شما خوب هستین؟ سلام من خوب هستم تو خوب هستی؟ تشکر خوب هستم جانم نامک تا بگو نام مرزیه جان روزدار هستی؟ نه دانش کلسی پره هستی یه خسم چیزکو هستی چی میگن ما رو به زبان شما؟ کلسیک ما جوشی میگیم شما هم جوشی میگن از کجا هستی؟ از کابل تو هم خوار ازی هستی؟ خوار زینب جان؟ خب چی میکنی تو در اینجا؟ ما همراه زینب با آمدیم پشت سودا حتما میخواین سودای افطاری را ببرن همه تا؟ آه حالی پدرت براتون پیسه داد؟ پیسه چی میبرین؟ مادر چی امر کرد؟ گوشت دیگه چی گفت پلاو گوشت گفته بیار پلاو کاکا مقصد دیگه پیسه ماده باشه امر از بالا جات آمده خب از شما بسیار زیاد تشکر از شما هم تشکر
خب بیننده های عزیز، قسمی که شما میبینین ما داخل مینا بازار هستیم و کجا آمدیم فریحه جان؟ رسته خیاطی آمدیم. بله رسته خیاطی آمدیم، اگر یکان خیاط را فیدا بکنیم همشون مصاحبه بکنیم. بله. و اینجا هم یک خیاط است که همراهش صحبت نیکنیم. سلام، خوب هستین؟ سلام، خوب هستین جان، تو جور بخیر خیراتی است. سلام، نامتان؟ نوی ما شهریار است، یک تن از خیاطای مینا بازار. خب یک تن از خیاطای مینا بازار. شهریار حتما دکان داره دیگه، ما رو داخل دکان بده. دکان داره، دکان ما در جسه. بیرون از دکان آمده. بیر خیر. خیر، داخل دکان بریم با دیگه گفتگو کنیم. بیر بعد پر از خب دوستای عزیزی هم داخل دکان کی بود نامشون؟ شهریار. چقدر نامشان زیبا هست. زیبا فکر کنم شهریار مثل همون شهریار. نام امید است، خلاصم شهریار. شهریار، نوله بگو که کاروبار خیاطی چه قسم است؟ اولا خوب است دیگه، چون که رمضان است کاروبار ما خوب است دیگه. خوب است. در امی یک سال امی رمضان با کارون زیادتر است. در رمضان. از اول رمضان تو فعلا چقدر لباس گرفتیم برای اول ساختن؟ اولا خیالی نه، و یک چهار پنج رمضان است تو بلا کاروبار سعی شروع نشته خیلی با اما کار شما در ماه مبارک رمضان شروع میشه. بله اون با در رمضان با بیشتر بیشتر تر. چرا؟ با خاطر که خیلی مردم دامید دید کالا جور میکنن دیگه در وقت دیگه هم جور نمیکنن. برای خوب است که فهمیدی. بله اون. خب بازی یک لباس که آماده میسازن اجورش چند است؟ اولا خیلی ما رقم اجورا میگیریم، 250 میگیریم، 300 میگیریم. خب با رقم با کالا اجیل 500 تا اجورش میگیریم. به خاطر چون که اجیل است اگم تا مثلا اجیل پیدا میشه که یاگون جوی میرا و بو کلوی مردم ما میمونه کلوی مون. چقدر قیمت؟ مردم غریب است کجا بکنه دای وقت؟ خای عملی که خای عملی کنه بگیر. خای عملی مواد خیاطی قیمت شده، گوز قیمت شده، دیگه تگمه قیمت شده، تو قیمت شده. اگر اونو ارزان شو بوز مورم هم تا قیمت. خب شهریار عزیز بگو که در خانواده چند نفر هستین؟ در خانه ما 4 نفر هستیم دیگه، ما هستم دیگه خانم است. از خانم مقصد دیگه شپد میکنه. خب دیگه بچه هم است دیگه دختر هم نام میخواد خاله جان از شان پرسان بکر که روزه دار هستن یا نه؟ نه والا من روزه خیمو خیلی تعویز که ما روزه داریم دیگه بخاطر که خیلی من که خدا قبول داره روزه باید روزه خیلی داشته باشه روزه بگیره. بله چون مسلمان هستیم تمام ما و شما مسلمان هستیم باید روزه خو یگان مرد نفر رو نمیگیره دیگه من فکر کردم تا شهریار نه خیلی با حکومت اسلامی هم هست دیگه حکومت امارات هم هست نیم خود امارات هم هست دیگه. بله اون حالا نام شما شهریار است چطور مثل استاد شهریار میتونین دکلمه بکنین؟ نه اوقات دیپلماتیکی چی نیست مقصد عمی تخلص مست چون خشم میومد خیلی البته حتما تخلص تا شهریار انتخاب کردی حتما دکلمه یاد دارین حالا ما میخوایم بشنوی فکر کنم نه یاد ندارم یاد دارم ولی فعلا فعلا همین زین مخشوش است کلی گرمی دیگه شنو ما و همین گفا یاد دارم نه نمیشه فریحه جان حتما زین تاثیر نه من زین تاثیر نمیرم ایم مایک میترس از دری تاثیر اگه اون امیره دیگه این رقمی سید سید مایک خوردن نیست که بخورید حالا یک دکلمه بکو دیگه ما را ما ایم مایک و ریسیور و کامرا به یک زنه میترسم زیر تاثیر بیو این حالی اگر ما بخواییم که شاگرد هرشایم برای ما کدام کار در اول میتی که در اولی اول که مثلا یک تا شاگرد میشینه اولی اول سوزن را میتی مود پسکوک میتی یک روز نه او تا سوزن میزنند با خاطر که دستش هم تا رو شوا باز روزی بعدی تگمه میشونه با تگمه را خود سایی کشون با بعد او تنبان و با بلاخره پیران و بلاخره همه تا قیشتاری دیگه واسکت و خب چطور هستین کتی حکومت امارات اسلامی از اونا لباس براتان میایه؟ بله آن سوال جالب هسته؟ بله آن میایه خیلی میایه این امید دو جورا لباس های چیست هم زیاد سفید می پوشن نه؟ بله آن درکل سفید می پوشن ولی آه درکل می پوشن خیلی اونو را مثل واسکت های پلنگیشان چطور؟ بله آن می دوزین از اونا؟ نه جواستان خب واسکت پلنگی هم دیگه شاید قیمت تمام شده نه به خیاطات خیلی نه دیگه ما یک خیاط که تبکر مرد هر کس به ما کالا بیارم ما می دوزیم آیا پیسه شانه کار داریم؟ ما پیسه کار داریم خب هر کس از شما بسیار زیاد تشکر ممنون از اینکه وقت گذاشتید ممنون از مصاحبتتون خیلی اومدین دیگه خدمات رو ببخشید دیگه اصلا دست خالی در سر ما کردی تشکر خب دوستای عزیز ما هم دیگه در دکان خیاطی برادر ما شهریار بودیم گفتن که نزدیک کاروبار ما در روزای امیر ماه مبارک رمضان بیشتر است یعنی خیاطی زیاد داریم خب فریحه جان ما هم برای ما اینو ما میتیم
امروی مجاهدین صحبت داشته باشیم اگر از ما صحبت بکنیم. سلامت باشین. نامتان؟ خوری محمد یوسف. خوری محمد یوسف، در شهر بازار گشت میدنین و در کل چه مصروفیت دارین؟ در ریاست امنیت ملی سیم مربوط قطعه واکنش سری سیم خواستیم یک چکر آمدیم بازار دیگه. چکر آمدیم بله. بازار اول بازار میخواستیم دیگه آگاهی پیدا کنیم. بله بله. حتما نزدیک خب این از دیگه حتما لباس میگیم. نزدیک این دستا که لباس هری آمدیم بندی اولو بخدمون لباس میگیم. لباس گرفتیم؟ گرفتیم بله. چند جوره میخواییم جور کنید؟ یک چهار جوره میخواییم جور کنیم، چهار تنده برست. کم از دیگه نه؟ خب چهار جوره که جور میکنین، کدام رنگا رو بیشتر گرفتید؟ رنگای سیاه و سفید رو بیشتر گرفتیم. رنگی سیاه و سفید رو بیشتر خوش دارین؟ از خاطر سیاه و سفید کردیم. خب در خانواده چند نفر هستین؟ و فامیل کجا هست؟ فامیل در اولسوال یمگان است و ما جا به اصطلاح مربوط امنیت ملی سیم جا آمدیم وظیفه. در خانواده یک تقریبا 5 نفر و 6 نفر هستیم. 6 نفر هستیم. بله. روزگار بسر خودتان هستیم یا دیگه هست؟ پدر هستم. امسال خوب این لباس میگیرین؟ بله. از سال قبلی برمان بگوین لباس جور کردین؟ سال قبلی جور نکرده بودیم، در سنگرای داغی مستا اسلام بودیم جور نکردیم. بله. اگر خاطر جالبتان از دوران گذشته میشه؟ دوران گذشته سابقه درمی کوا به خاطر خدا می جنگیدیم، الحمدلله افغانستان از خود دادیم گرفتیم، ولی دشار و بازار چکر میزنیم. خب چکر میزنیم. شما گفتیم که ما وظیفه اجرا میکنیم، سر وظیفه تان نیست میخواد چکر بزنیم؟ نه خواهی جا، امروز به خود یک رخصت گرفتیم اومدیم به خاطر لباس گیری اومدیم. خب اقتصاد مردم میشه از اقتصاد مردم یک کمی صحبت داشته باشین؟ فعلا اوضاع افغانستان خب میشه کمی معلومات بر ما بودین؟ افغانستان خیلی شالا رو به خوبی است انشالله، از این بعد شالا رو به خوبی میشه و انشالله تعالی. بله، خب امیدی که خوب شود دیگه. از شما بسیار زیاد تشکر، ممنونتان. خب بیننده های عزیز، فرهی عزیز در کجا هستیم؟ در منوی؟ بله، و اینجا هم کسایی را میبینیم که خب سلام، خوب هستید؟ بله، مونده نباشید، مونده نباشید، زنده باشید. بگیم نشه نامتان بگوین؟ عبدالغفار. عبدالغفار، پدر عزیز چی میکرید اینجا؟ چی میگم؟ تا رقبون کلگی بیکاری نببی. کار چی است؟ جوالیگاری نه، کو هم جوالیگاری هم نیست. اصاب با من تا حال این همی جو خالتی در ایس گردن با گردن ایسی کش نگی ایسی بکوری. خب در خانواده چند نفر هستین کاکا؟ در خانواده هم 7 سر جمعیت نوخر هستم. 7 سر جمعیت بجد از خودتان کسی دیگر نانوار هست در خانواده؟ همه غیر خدم خدا هیچ کسی دیگر نیست، بچه ها میده میده هستم. خب ماه مبارک رمضان است، در خانه تان مواد رمضان دارین؟ یعنی در رمضان؟ در رمضان خداوند کریم مهربان است، نمو اردوی که دادن من نمونا هستم. خدا را شکر. الحمدلله. چند کار میکنین روزانه اگر کار میکنین؟ اینم روز 100 بر روز 50 بیا بر روز هیچی بر روز خالی و هیچی دیگه چی نه کار باشه مردم چی میکنم جوی سودا؟ درد دل چی است کاکا؟ درد دل من بیکاری. درد دل فقط بیکاری است. خب از امارت اسلامی چی خواست داری خودتان؟ امارت اسلامی دیگه چی خواست داریم؟ ما خواستیم ما بر رضای خداست، اگر خدا یک مهربونی کرد. خب خدا جان قانه هستن میکنم. چرا شما خوب هستین؟ بخیر هستید جان جان. تشکر، زنده باشین. کاکایم که کار بود، میشه شما نامتان بگم؟ نایمود محمد زهیر. محمد زهیر پدر. خب شما هم کسب و کارتان چی؟ ما بگم جولیگری بگم تابگره کار بگیرم، ولی پنجاری پک کار کردم. پنجاری پک کار کردم. باز او را چی میزنیم به خانواده ببریم؟ چی بکرم؟ دو شیر میشه. دو شیر؟ خدا شیرم خیلی قیمت شده. شیرم قیمت دیگه، اونا خریده هم نمیشه دیگه. دست از جمعه نخور دیگه، هیچ کسی غیر خدا ندارم. ماه مبارک رمضان است، چگونه سپری میکنیم؟ فقط هم یک پوله چایز یک پارچه نون خلاص دیگه چی نیست. واقعاً که فاجعه آور است. باز در ماهای مبارک رمضان، بخصوص در ماه مبارک رمضان، کسی براتون کمک میکنه از خانواده؟ هیچ کس کمک نکرد، غیر از اردو دارم کمک میکنم دیگه، هیچ کمک نکردن. درد دل شما چی است؟ درد دل ما همین که شدگی نمیبریم خلاص. شکر از شما زنده باشید. هم اگه من یک درد بگیشنستم. هم اگه تان یک درد دل داره؟ بکار و غالب مرد. درد دلشان گشنگی از دوستا. اما واقعیت
خوراک میگن. نان که نباشه، وقتی که مواد خوراک در خانه ما نباشه، همی عبادت خدا را چگونه بکنیم؟ اول همی باید شکم و موسیح شده که ما بتانیم. اما تا هست کنیم راست میگه، درد دل هم همی هست، اقتصاد مردم واقعا ضعیف هست. بخریم که بخریم ما یک روغن و برنج خوب و یک نقدر گوش نمو یکی نمو در مورد مورد در توکل بخار چهار نیم سر خیلی کجا کنیم مخواه جانه نمی توکل بخار شکرانه خواهر نکی نکنیم با باید بچه خواهر چیزی که از باید در باید خواهر بسیار شکر میکشیم. بیا خیر، خداوند بزرگ است، تشکر از شما. انشاءالله روزی شبه که ببینم اتان او رو به یک رقمی ببینم دیگه، او رو خودم میفهمم. خب نیلوب جان ایجام رو یک کوکا دیگه ما هم گم میزنیم. سلام کوکا، خوب هستین؟ من نمیشنم ولی تو نمیشنم. خب بلند در صبح نمیشنم، من کروشی دارم درم جو. خوب هستین کوکا جان؟ نمیشنم. ما صحبت کردم صدای ما بلند است. پدر عزیز خوب هستی؟ خوب هستی جان. شکر شکر، من خوب هستم. چی میکنین در اینجا؟ من کراچی دارم، کراچی دارم. شما هم کراچی دارین؟ چند کار کردی؟ نه تو رو یادم پینجا رو پیدا میکنم. پینجا رو پیدا. نانوار خانه خودت هستی؟ آه خودت. چند دون اولاد داری؟ من خودم ندارم. نداری؟ فقط یک کمپیرت از خودت؟ خدمتون خدمت. خودت هستی و کمپیرت؟ آه نه نه فجر جمعه شنیم، یک جمعه شنیم گرفته باشم با من ندارم، من ندارم، یک بیزنم قدیم است، پنج شش سبو دارم، من ندارم. تو نداری؟ من نداریم، خب مرا، ایچی نداریم، من میدم بگیرم بگردم با من چی می شود. خب در ماه مبارک رمضان مواد خوراکه در خانه هست؟ ماه باید قطعی هم هستم، خب با من چی ندارم؟ حتی ما بعد نم خرج میکنیم، خب ولی مرا که نگرفتیم. بیا خیر. خب بیننده های عزیز، قسمی که شما میبینین وضع مردم ها و مردم هم در بسیار شرایط بد قرار داره، شرایط بد اقتصادی. البته دوستای ما که دست خیر دارن خارج از کشور ما رو بیننده هستین یا داخل افغانستان، دست کمک داشته باشین. شما رو واتساپ ما روی اسکرین های موبایل هایتان هست، حتما به ما وصل شوین، ما کمک هایتان میرسانیم. خب فریحه جان، خب ما هم دیگر در آخرین دقایق برنامه هستیم و امروز کجا آمده بودیم؟ امروز ما هم شارکانه اومدیم، شارکانه فیض‌آباد، و همچنان از حال و احوال بازار خواستیم آگاهی داشته باشیم. بله. و ببینیم که در ماه مبارک رمضان چه قسم از فروشاتشان بخصوص از دکاندارای ما. بله، و دیدن مردم هم که کسایی که از مردم هم وقتی گزارش تهیه کردیم اومدیم همراهشون صحبت داشتیم، همگیشان از اقتصاد ضعیف افغانستان صحبت می‌داشتن و از کار و غریبی، از نبودن نان بگم. نان. اقتصاد نان است. خب برنامه ما هم همیشه به پایان میرسه. اگر میخواین بهترین برنامه ها رو داشته باشین، پس چینل یوتیوب بدخشان پلاس سابسکرایب کنید و منتظر نظریات پیشنهاداتتان هستیم. وقتتان بخیر، خدا نگهدارتون.